La ilaha illallah. 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 رحمان رحیم به نام خداوند بی نهایت بخشنده و مهربان و با حمد و سبحان و سپاس از خالق یکتا پروردگارا بعد از این که ما را هدایت فرموده ای نگذار که قلب های ما به سستی گرایش پیدا کنه باران عفو و رحمتت را بر سر ما بباران که تنها تو عطا کننده هستی با سلام و عرض احترام به عزیزان وفادار این برنامه و تبریک به عزیزانی که در این ماه مبارک رمضان توانایی روزه‌دار بودن را خداوند نصیبشون کرد. گرچه کسانی هم که به هر دلیلی نتونستن روزه‌دار باشند، خداوند مهربان و دلسوز هم با اطلاع به این امر پرداخت در میزان مصرفی غذای روزانه را برای این گونه افراد و با شرایط برخورداری از نحوه تغذیه و در حد توانش هر شخصی خدا بکرد. اما نکته بسیار مهمی که من در آغاز ماه مبارک رمضان از سوره بقره آیه 183 تا 186 خوندم، نکته بسیار مهمی هست در آیه 186ش که میخوام برنامه رو امروز با اون آغاز کنم، چون هدف خاصی از گفتار این سوره آیه دارم، به دلیلی که در این آیه هفت مرتبه خداوند از ضمیر اول شخص مفرد به نام من استفاده کردن. هفت مرتبه، آیه بسیار کوتاه ولی ضمیر شخص مفرد استفاده شده، یعنی ارتباط خالق و مخلوقه، هیچ چیز این وسط نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه می‌فرماید هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، من همیشه نزدیک هستم. هنگامی که آنها به من دعا کنند، من جواب دعاهایشان را می‌دهم. مردم باید به من جواب دهند و به من ایمان آورند تا این گونه هدایت شوند. ببینید چقدر این مسئله حائز اهمیتی که خدا فقط داره با بندگانش به صورت مستقیم بدون هیچ واسطه ای صحبت میکنه. اینو خدمتتون عرض کردم که انشالله بتونم گفتار این برنامه رو در حول و حوش این آیه بسیار قلی و بسیار مهم براتون خدمتتون عرض بکنم. این که میفرماید که من همیشه نزدیک هستم، خیلی مهمه که ما بدونیم خالقی که من و شما رو میشناسه. احتیاج نداره ما دیگه خودمون رو بهش معرفی کنیم. شما به هر دیداری که میری خودتون رو باید معرفی کنیم، مقدار اینفرمیشن بدی و و و و ولی این خالق یکتا که من و شما رو خلق کرده میگه من به شما نزدیک هستم. در مورد همه نوع بشرش داره صحبت میکنه. بعد میگه اونها وقتی که من رو صدا کنن، یعنی به من دعا کنن از طریقی که من بهشون آموزش دادم، من جواب دعاهاشون رو میدم. سبحان الله. پس این رابطه خالق و مخلوق، عاشق و معشوق، یک رابطه خالص و مخلصانه هستش. و اضافه میفرمایند مردم به من جواب بدن، به من ایمان بیارن تا اینطوری هدایت بشن. این آیه اساسی همونطور که گفتم خدمتتون، آن اعلی، آن بلند مرتبه پری، رب العالمین بدون هیچ واسطه‌ای که ما رو صدا میکنن، اجازه میدن صداشون کنیم، متوجه این امر میشیم که به هر صورت هدایت شدن از طریق خواستن از جانب فقط خالق. اگر ما بخواییم هدایت بشیم فقط با توجه به قوانین خدا
و مستقیما با هیچ کس دیگه نه، خدا رو خودش صداش کنه. و این هدفی هستش که این آیه اینقدر غنی هست. آنچنان این آیه یه آیه های دیگه هم پتانسیل های قوی در خودشون دارن که هر باری که ما اینها رو بخونیم، هر باری که ما با اندیشیدن بدون غرض ورزیدن، بدون تعصب نشان دادن به مسئله این و آن به اون بپردازیم، خداوند عظیم روشن به ما حکمت و درک بیشترش رو عنایت میکنن تا به مفاهیم بهتر درک شدنش انشاءالله برسیم. تو این آیه واژه های زیادی قشنگ هست که میخوام اون رو انشاءالله شروع کنم. یکی از این واژه ها این هستش که میفرمایند که به من واژه قریبه، قریب یعنی نزدیک، نزدیکی، قرب و ایمان داشتن. هر چقدر ایمانتون به خدا زیاد بشه، در اخلاص بیشتر قرار بگیرید، نزدیکیتون به خدا بیشتر بشه، نزدیکی همه ما انشاءالله. بعد جمله کلمه میاد به نام فلستجعب، یعنی جواب دهنده. یعنی این استفاده شده در این آیه که اگر شما منو صدا بزنید، منم به شما جواب میدم. ببینید دو نفری که دارن با هم صحبت میکنن، طرفی که باهاش صحبت میکنه منتظر میشه اون طرف هم جوابشو بده. اگر شخص دیگه بده اون جوابو، یه ذره مستک خواهد بود. پس چقدر زیباست که ما این آیه رو با این انگیزه بهش نگاه بکنیم انشالله تا به درک بهتر این آیه برسیم. و خواستم از آیه دیگری انشالله در قرآن بتونم سردی بگیرم که بتونم به معنای بهتر درک این آیه با هم دیگه برسیم انشالله. در سوره 40 آیه 60 نگاه بکنیم که میفرماید پروردگار شما میگوید به من، دوباره من میاد، دعا کنید من به شما جواب خواهم داد. این در آیات بسیار زیادی هست کلمه واژه من استفاده میشه که به ما دائما یادآوری کنه ارتباط شما با خالق و مخلوق باید باشه بدون هیچ واسطه ای. پیامیست محکم که ما تنها دعای مورد قبول رب العالمین قرار میگیره که بدون هیچ واسطه ای بتونیم با اون حق تعالی بتونیم در تماس قرار بگیریم. و برای همینی که در سراسر قرآن وقتی صحبت میشه از شفاعت رد میشه، واسطه ها رد میشن، اینو اون رد میشن، اصلا مورد قبول نیستیم. آیه به قدری غنی و آیات دیگه ای، نه فقط این آیه، آیات دیگه ای در این رابطه زیاد هست. به هر حال اصل و اساس پیام الهی رو اگر توجه بکنیم میشه رابطه ما، عبادت ما، زندگی ما، مرگ ما، همه و همه در محتوای محدوده و انحصار کلام الله به خود الله داره. یعنی همون خلق کننده ما، آفریننده ما، که در دعاهای ارتباطمون هم، یعنی همون نمازهای یومیه خودمون، یعنی روزانه خودمون، بهش چی میگی؟ بهش میگیم که مالک یوم الدین، یعنی اون رب ما، رب العالمین ما، رب یعنی پروردگار من، صاحب من، مالک من، مالک یوم الدینم هست، یعنی روز حسابرسی، روز قضاوت، و ما فقط اون صدا میزنیم. ببینید اینا در نمازهای ما خداوند پاک فرمودن ما این گونه صداش بزنیم برای اینکه یاداوری به ما بشه این ارتباط چقدر باید مستقیم باشه تا جواب دهنده هم به صورت مستقیم جواب بگیریم انشاءالله. به هر حال در این نمازهای یومیه خودمون سوره الفاتحه رو میخونیم که سوره الفاتحه یعنی کلید، یعنی بازگشایی، در خونه خدا رو این گونه با این کلماتی که به ما یاد دادن در خونه مبارکشون رو میزنیم و باهاشون در ارتباط با این دعای ارتباط با خدا قرار میگیریم. مالک یوم الدین یعنی صاحب روز قضاوت هم پس تو هستی. برای همین ما تو نمازهامون یاد میگیریم که به این رب خودمون، رب العالمینمون، بهش بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تنها تو را عبادت و بندگی میکنیم، ما عبد تویی، بنده تو هستیم و از تنها تو کمکم میخوایم و فقط تو هستی که میتونم به ما کمک کنیم. این مسئله خیلی حائز اهمیتی که بدونیم در این
آیاتی که ما میخونیم، هفت آیه که در سوره الفاتحه هست، دو بار به صفت رب العالمین اشاره میشه به عنوان الرحمن و الرحیم. یعنی یادآوری میکنه که اون رب شما که نامش الله هست، صفت ویژه و مبارکی داره به نام بی نهایت بخشنده و مهربان، یعنی با صاحب بالاترین درجه رحمتش، عفوش، بخششش، دلسوزیش، مهربانیش. خدا را اگر ما با این صفتهای مبارکهی که در قرآن به ما آموزش داده میشه یاد بگیریم، که در بسیاری از آیات صفات مبارکه خداوند دائما تکرار میشه و در هر آیهی تو اون آیه مضمون اون آیه چی، بر پایه همون مضمون صفت خداوند درش جایگزین شده. و اینطوری میشه که ما یواش یواش با شناخت این خالق و شناخت صفات مشخصه خالق مهربان میتونیم خودمون رو بهش نزدیک بکنیم، که در سراسر قرآن به نام الاسماء الحسنای رب العالمین معروف هستن. و وقتی که ما این اسماء الحسنا رو شناختیم، اگر خاطرتون باشه در هر کدوم از اینا الف لامی که جلوی صفات مشخصه رب العالمین میاد مشخص میکنه اون شخصیت مشخصه. الف لام در زبان عربی صفت معرفه است، یعنی مشخص کردنی، متمایز کردنی یک شخصیتی غیر از شخصیت‌های دیگه. پس این خیلی مهم است که ما در شهادتون فقط یک شهادتی که ما داریم از خدا یاد گرفتیم، میگیم لا یعنی نیست، الهی، معبودی، الهی، خدایی غیر از الله. اون الف لامه میاد جنون الهه، یعنی اله من الله فقط. و این خیلی زیباست که ما یاد بگیریم این اله ما الله مالک این دنیا و هفت جهان و همه چی که درش هست هستش، صاحب روز قضاوت هم اون هست. کسی که میگه من از رگ گردن به شما نزدیکم، کسی که میگه من اصلا شما من صدا کنید من به شما جواب میدم، کسی که میگه مهربان و بخشنده هستم و از طریقی که من بهتون یاد دادم من صدا کنید جواب بهتون میدم. صفت های خیلی ویژه های مخصوصی در قرآن هست، مثل ذوالجلال و الاکرام، یعنی صاحب بالاترین درجه کرم، جبروت اعلی. یا در آیات بسیار زیادی اشاره میشه من ذوالفضل العظیمم، یعنی خزانه بیمنت پرغنی رب العالمین. هر چی که دلتون میخواد با این خالق در ارتباط قرار بگیرید و خداوند بهتون میدن، به شرطی که از طریقی که خداوند ما رو در کلمات مبارکش به نام کلام الله برای ما ترسیم نمیده و فرستاده، با اون طریق ما بتونیم باهاش در ارتباط قرار بگیریم انشاءالله. با گفتار این مطالب خواستم که منظور و مقصود خودم رو به عنوان یک شاگرد قرآن به این مسئله جلب بکنم که بدونیم این صاحب نام‌های مبارک الله که برای ما در قرآن اومده با پیروی از احکام مبارکش در قرآن، اینطوری میتونیم به سویش هم مشتاق بشیم. شما یا در خودتون تمرین کنید یک چند روزی که این نام‌های خدا رو باهاش صدا بزنید و ببینید در چه موجی، در چه انرژی، در چه موقعیت ویژه‌ای قرار می‌گیرید. اینو با خودتون تجربه بکنید ان شاء الله. به هر حال به طور اختصار متوجه این مورد مهم میشید که یگانه یکتایی که ما باید بخونیم و صداش کنیم رب ما الله هست ولا غیر. هیچ کس و هیچ کس نمیتونه در این رابطه شفیع بشه، این وسط بیاد، چون خالق منو میشناسه، شما رو میشناسه، هیچ کس دیگه مثل خالق هم من و شما رو نمیشناسه. حالا برای اینکه قدری انشاءالله بذارم ایتون یه ذره فکر کنی رو این مسئله، چون خیلی حائز اهمیته که ما دائما وقتی میگیم لا اله الا الله با اون صفتهای مشخصش در قرآن، ببینین یه ذره تدبر کنین، ببینین منظور مقصود من در گفتاری از کلام الله به عنوان یک شاگرد قرآن بر چه مبنا و منظور و مقصودی بوده. حالا یه ذره خواستم انشاءالله از این مسئله معطوفتون کنم به یک مسئله حائز اهمیت روز ما الانی که ما دوچارش هستیم، که فعلا می‌دونیم مسئله
این ویروس کرونا چه ویروس دردسرسازی هست و همه ما گرفتارش هستیم و شاید برای همیشه هم این دردسر برای بشریت بمونه. با آلوده شدن آمیختن به هر حال ویروس های دیگه هم که فعلا دو تا از اینا شناخته شده هست، ممکنه مسائل و مسائل دیگری هم برای ما در آینده در پیش داشته باشه. به هر حال عزیزان من کم و بیش در اخبار روزانه از این مسائل آگاه هستید، اما بحث مورد نظر من این هستش که هر ویروسی محتاجه که تا به بدنه جانداری بچسته تا رشد بکنه، و اگر کسی با دستوراتی داده شده مراعات مسائل بهداشتی بتونه از این ویروس خودشو دور نگه داره به اذن پروردگار تا بهش نچسبه، نتیجتاً این ویروس میمیره، به کسی نزدیک نمیتونه بشه با اون تدابیری که براش ذکر کردن گفته شده. حالا بیاییم با خودمون فکر بکنیم که این حرکت ویروس چقدر با آهنگ‌های اخلاقی و عبادی ما هماهنگی داره، از جمله اخلاقیات ما مثل دروغ، مثل نفرت، مثل خودخواهی، مثل خودبزرگبینی، مثل حسادت ها. این ویروس ها که اگه به جان کسی بیفته چی کارها میکنه، و اگر بنابر در دستورات رب ما، خالق ما بتونیم عمل بکنیم و از آنها دوری بکنیم، چه نصیب آدم میتونه بشه. درست خیلی مثال قشنگی هست که ما به این فکر کنیم، تدبر کنیم راجع به این مسئله چقدر این حائز اهمیت در رابطه مسائل اخلاقی و عبادی ما در قرآن. برای این آنتی ویروس ها در قرآن خیلی خیلی نسخه ها و پرسکریپشن های مختلف در قرآن، 114 تا دارو و نسخه برای ما داده شده که ما بتونیم با اونها نذاریم این ویروس ها به ما نزدیک بشن انشاءالله، که یکی از اونها بسیار زیباست، اولین دستور قرآنی در سوره 2:54 هستش که خداوند می‌فرمایند که خود بزرگبینی و تکبر رو در خودتون محو کنید، از خودتون دورش کنید. چقدر این زیباست که ما بدونیم حوادثی که در اطراف ما اتفاق می‌افته چقدر دارای حکمت‌های ویژه مخصوص به خودش هستش، و یاد بگیریم وقتی پروردگار از این موشن، یعنی یادمون بمونه انشاءالله، می فرماین که من به شما نزدیک هستم، من آفریننده تو هستم، و اگر این ویروس ها، یعنی این ویروس هایی که در کتاب قانون خدا برای ما گفته شده، مثل حدیث ها، روایت ها، گفته های این و اون، گفته های مله ها، رهبر ها، اینایی که میشینن برای خودشون منتسب به دین میکنن و کلماتی از خودشون درست میکنن، 4 تا حرف عربی هم توش اضافه میکنن، و ولی قرآن به ما داره میگه که چی؟ من به شما نزدیکم، منو صدا کنم، منو از طریقی هم که تو کلام الله من براتون فرستادم، نه پای من برپا بشین. اگر اینا به اینا نچسبیم و از خودمون دور کنیم، ببینیم چه انرژی مثبتی ما رو در بر میگیره به اذن پرورده. یادمون باشه که اونها یه انسان‌هایی هستن مثل همه انسان‌های دیگه، و خطا و گناهی کردن اومدن در این کره زمین و فرصتی هست برای بخشودگی بهشون خدا داده، اونم از طریق کلمات خودش برای ما در قرآن و برای صاحبین کتاب‌های قبلی تورات و انجیلشون هست. به هر حال یه دونه آیه خیلی زیبایی هست در قرآن، اینو خدمتتون می‌خواستم بخونم که این گفته های من رو انشالله مستند میکنه. در سوره بقره هست، آیه 2:1-6 یعنی 163، خدمتتون میخونم. متن فارسیش رو میخونم، انشالله سعی میکنم متن عربیش هم بخونم خدمتتون، چون بسیار مهمه توی این متن خیلی قشنگ توضیحش رو میدن. این آیه 163 میفرماید خدای شما خداییست یکتا، یعنی واحد، هیچ خدایی غیر از اون نیست، بخشنده ترین و مهربان ترین. که آیه می فرماید و اله کمون الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
خیلی این آیه زیباست که میفرماید پس خدای شما آفریننده شمایی که میگه من به شما نزدیکم منو صدا بزنی، اینه واحده، در وحدانیت شک نکنید. و اگر در کنار خدا کنار کسایی رو فکر کنیم که اونا میتونن به ما کمک کنن، مثل همون سرابی میمونه که فکر میکنیم دورا دور میبینیم، فکر میکنیم آبه، ولی وقتی بهش میرسیم میبینیم فقط یک تقهم. یا در سوره 2098 هم خداوند به همین آیه به طریق دیگه به همین مضمون اشاره میکنه که اینو خدمتتون عرض بکنم انشاءالله. تنها خدای شما الله، آن یکتایی که در کنار او هم اله دیگری وجود نداره، خدای دیگری نیست. دانش او بر همه چیز احاطه داره. الهکم الله الذی لا اله الا هو و واسع کل شیء علیم. چقدر این آیه بسیار غنی و زیباست. ببینین با آخرش با چه صفات مشخصه خدا میگه که دانشش بر همه چیز احاطه داره، علمش، شناختش بر همه چیز. الله اکبر. این آیه ها رو انشاءالله روش بخونیم و روش تمرکز بکنیم تا با آگاهی به این آیات زیبای قرآن و بسیاری دیگر از آیات قرآن متوجه این واقعیت مهم بشیم که تنها عبادت از جانب الله در هر سه کتاب آسمانیش عبادت و بندگی من با خالقمه، شما با خالقتون، اون کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، نبات و گیاه و حیوان و همه چیز در کنترل اونه، در حیطه قدرت اونه، ما بتونیم اونو صداش بکنیم. چون روزی میرسه که اون مالک یوم الدین، یعنی صاحب روز قضاوت، از رسول خودش میپرسه، میگه مردم به تو چجونه جواب دادن؟ رسول خواهد گفت مردم این قرآن رو ترک کردن. یعنی این برای ما چه باری میتونه داشته باشه، چه تأسفی از این فرصت دنیایی که داشتیم و ازش استفاده نکردیم. یعنی کلام الله، نه کلام دیگر، نه حدیث ها، نه روایت ها، نه گفته های این و اون، کلام الله فقط. به طور کلی میتونم از این گفته های خودم تا به اینجا نتیجه گیری بکنم که در سوره 772 هم خداوند از واقعه بسیار مهمی که قبل از اومدن ما به کره زمین که خالق با ما صحبت کرد، طرح کرد این مسئله رو، بهش برسیم و ببینیم که چی میگیرم از عالمین ما به ما، که میفرماید به یاد آور که پروردگارت، یعنی رب، عمون یعنی صاحب، مالک، همه نسل های آدم را احضار کرد و آنها را بر خودشون شاهد گرفت. آیا من رب یا پروردگار شما نیستم؟ همه، یعنی همه موجودات، اعم از من و شما و رسولان و پیام آوران، همه ما گفتیم بله، ما شهادت میدهیم، یعنی همون لا اله الا الله. بنابراین در روز حسابرسی یا روز قضاوت یا روز قیامت نمیتونیم بگیم ما از این شهادت اطلاعی نداشتیم. بارها در کتاب قانون خودش به این اشاره کرده خداوند از این میشه. بنابراین با توجه به تمامی ابعاد پیام های الهی در سه کتابش، انشاءالله یاد بگیریم بندگان خدا هم به عنوان پیام آوران و یا رسولانش همگی دارای یه خط مشی بودن، یعنی لا اله الا الله اومدن. در محتوای این شهادت ما برای ما بتونن پیام خدا رو راجبش صحبت کنن رسولانشون و پیام آورانشون هم که صاحب کتاب بودن، کتاب رو بیارن در اختیار ما بذارن به اذن پروردگار. اگر نگاه کنیم در سوره 21، سوره الانبیا هست انشاءالله، آیه
خیلی مسئله حائز اهمیتی که من خدمتتون بیارم. می‌فرماید ما هیچ رسولی قبل از تو هم نفرستادیم مگر با وحی اینکه هیچ خدایی غیر از من نیست. ببینید چقدر واضح و آشکار خداوند برای ما توضیح این مسئله را میده. با این وجود خداوند وقتی باز میگن این همه اطلاع رسانی هم کردم، با این وجود اونا گفتن الرحمن یعنی اون بخشنده ترین پسری اختیار کرده است. ستایشان یکتا را، همه رسولان بندگان گرامی آن یکتا هستند. آنها یعنی رسولان خدا هرگز سخنی از خودشون نمیگن و فقط از اوامر آن یکتا یعنی همون ربشون پروردگارشون پیروی میکنن. این مسئله رو من میخواستم انشالله به اسم پروردگار از نوح نبی شروع کنم که حتی از پدر دین یعنی ابراهیم که اولین شخصیتی بود، اولین پیامبری بود که خداوند در قرآن به ما در سوره 21-23 میگن تمام اعمال عبادی رو من به پدر دین ابراهیم یاد دادم بعد از اینکه خانه کعبه رو با پسرش اسماعیل ساختن، به اونا آموختن چه شکلی نماز بذارن، رکعت‌هاش، تعدادش، نمازها در زمانهاش همه مشخصا گفته شد که در قرآن هم باز به اونها اشاره میشه. بعدش چه شکلی زکات بدن، نماز و روزه و حج و شهادت و همه این پنج اصول دین رو خداوند عظیم و شأن در قرآن میگن به پدر دین ابراهیم دادم و اون ماها رو تسلیم شدگان یعنی المسلمین میگن یاد میکنن شما رو صدا خطاب کردن. کلمه المسلمین یعنی مسلمان تسلیم شده به معنای این نیستش که چون فقط شخصیت هایی که مسلمان هستن یعنی ما خودمون رو صاحب پیرو به قرآن میدونیم، نه، تسلیم شدگانی به هر صاحب کتاب آسمانی مثل یهودی ها هم مسیحی ها هم خداوند می فرماین تازه کیشانی هم که فقط خودشونو مخلص یک خالق می کنن، اختصاص می دن خودشونو به خالق زمین و آسمان ها. پس به هر حال از نوح نبی شروع می کنن که در سوره 10-71 میگه به من امر شده که من یک تسلیم شده باشم. متن عربیش چه المسلمین، همونی که نوح هم ابراهیم هم همینو میگه. اگر این سوره 22-78 رو بخونم به اذن پروردگار که 22-78 چقدر قشنگ اینو داره صحبت میکنه راجبش که انشالله مسترد گفته باشم صحبتهای خودمو پروردگار. 22-78 شما باید در راه خدا بپوشید بلا غیر، در راه خدا همونطور که باید در راه بپوشید یعنی بنابر ضوابط قوانینی که خداوند فرستاده. آن یکتا شما را انتخاب کرده و در انجام قوانین دینتان هیچ سختی برای شما قرار نداده. دین پدرتان ابراهیم اوست کسی که شما را در اصل تسلیم شدگان، کلمه متن عربیش میشه المسلمین، نامید. پس رسول شاهدی باشه در میان شما، شما هم شاهدی باشین در میان مردم خودتون. دعای ارتباط خودتون یعنی همون نمازهای خودتون رو به جا بیارین، انفاقتون رو بدین و به خدا متوسل بشین. او پروردگار شماست، بهترین پروردگار و بهترین حمایت کننده. در سوره 21 هم که خدمتتون گفتم آیاتی هستش که خداوند عظیم شأن می‌فرمایند ابراهیم و اسماعیل رو می‌فرمایند ما آنها را امام قرار دادیم که بر طبق دستورات ما هدایت کردند، به ایشان آموختیم که چطور پرهیزکارانه عمل کنند، یعنی چطور دعای ارتباطی نماز به جا بیارن، انفاق واجب بدن و از نظر ما اونها عبادت کنندگان مخلص ما هستن.
این آیات به ما این آموزش رو میده که ما اگر که میگیم واژه المسلمین رو به کار میگیریم، یعنی تسلیم شدگان به خدا، و میتونه برای هر باورمندی این اتفاق بیافته. تسلیم وقتی رب العالمین بشیم، کلمه تسلیم شده مسلمان در متن عربی گفته میشه. به هر حال بعد از ابراهیم نبی که خداوند اونو پدر دین نامگذاری کردن، که خداوند بارها در قرآن به ما یادآوری میکنن اون هرگز مشرک نبود، یعنی هیچ کسی رو در کنار خدا صدا نکرد، وایستاد روی اون لا اله الا الله و فقط با این مسئله، با این سیستم، با این واژه ها، با این عبارت خدای خودش رو صدا زد. برای همین بود که خداوند در قرآن تنها کسی رو که دوست محبوبی ازش نام میکنه و این افتخار دوست محبوب خدا شدن به ابراهیم نبی داده میشه. بعد از اون ما میرسیم به موسی نبی که کمتر کسیه که از زندگی موسی اون نه معجزش و ده فرمانی که خداوند بهش داد کسی نیست که دیگه اطلاعی در این رابطه نداشته باشه، که در سوره 17 سوره بنی اسرائیل از آیه 22 تا 38 بهش اشاره شده و اولین حکم دو مرتبه میاد چی؟ لا اله الا الله. میگه بدان که خدای دیگری نیست، فقط او رو صدا کن. همین عبارت لا اله الا الله است. و بعد از اون میرسیم به عیسی نبی. عیسی نبی رو هم خداوند میگه یکی از نزدیکترین کسان به من هستش، که در سوره 3 51ش به ما یاد میده که این نبی خدا، البته در خیلی از کتاب‌های آیات دیگه هم بهش اشاره شده، در خود بایبل هم بسیار هست به اون اشاره شده، که میگه که تنها پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمینه که من اونو عبادت میکنم، این راه مستقیمه. متن عربیش میگه ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا الصراط المستقیم، یعنی خدا پروردگار من و پروردگار شماست، تنها آن یکتا را عبادت و بندگی کنی، این از راه مستقیم. و جالبتر این که الله سبحانه تعالی در سوره 5 آیه 109 تا 120 از واقعیت هایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد هم بنابر همین زمینه سخن به میون آورده و به آخرین پیام آور و رسول خودش در قرآن گفته که ما از این با خواندن اینها بتونیم انشاءالله درس خودمون رو تو زندگی پیدا بکنیم، که انشاءالله من اینو خدمتتون میگم، روزی خواهد آمد که خدا رسولان را احضار خواهد کرد و از ایشان، یعنی از رسولانش سوال میکنه چگونه به شما جواب دادن؟ اونا میگن که ما هیچ دانشی نداریم، تو فقط دانا هستی بر همه اسرار، ما هیچی نمیدونیم، ما فقط پیامو دادیم و رفتیم. خدا خواهد گفت ای عیسی پسر مریم، به یاد آور نعمتهای من را بر خود و مادرم، من تو را با روح مقدس حمایت کردم، یعنی همون جبرائیل هست، تا بتوانی در گهواره با مردم سخن بگویی، همچنین در بزرگسالی. من به تو، ببینید این ضمیر من چقدر، حالا اونی که گفتم مقصود من چی هست در آیه، ببینید حالا این ضمیر من چقدر استفاده میشه. من به تو کتاب آسمانی و حکمت و تورات انجیل آموختم، به یاد بیار که تو به خواست من از گل شکل پرندهی ساختی، سپس در آن دمیدی و با اجازه من آن پرنده زنده شد، تو کور و جزامی را با اجازه من شفا دادی و با اجازه من مرده را زنده کردی، به یاد آور که من تو را از بنی اسرائیل در امان داشتم که میخواستن تو را آزار بدهن با وجود معجزات شگفت انگیزی که با اجازه من به آنها نشان دادی. و کافران در میون اونها هم گفتن اینا فقط شعبده است. باز یادآوری میشه در آیه 111 میگه به یاد بیارین که من به
حواریونش یعنی به نزدیکان عیسی نبی هم وحی کردم، شما باید به من و رسول من ایمان آورید. آنها گفتن ما ایمان آوردیم و شاهد باش که ما تسلیم شده هستیم. کلمه متنش در عربی میشه مسلمان. حواریون عیسی شهادت میدهند که تسلیم شده به خدا هستند. این کلمه تسلیم شده به خدا در متن عربی مسلمانه، ولی مفهومش یعنی فقط مخلص خدا بودن، در قوانین خدا پیروی کردن و اطاعت از اوامر خالق خودشون استفاده کردن هستش. گفت عیسی پسر مریم: خدای ما، پروردگار ما، از آسمان برای ما خوراک مفصلی بفرست، بگذار تا برای هر کدام از ما مقداری فراوانی بیاورد و نشانه باشد از طرف تو، تو بهترین فراهم کننده ای هستی. خدا گفت: من آن را پایین میفرستم، هر کسی در میان شما پس از این ایمان نیاورد، من چنان اون را محرومیت و محکوم خواهم کرد که تا به حال هیچ کسی را اینگونه تنبیه نکردم. خدا خواهد گفت: ای عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی من و مادر من را در کنار خدا بت قرار دهی؟ عیسی خواهد گفت: ستایش تو را، من نمی توانستم آنچه را که حقیقت ندارد بیان کنم. اگر گفته بودم تو از آن اطلاع داشتی، تو از افکار من خبر داری و من از افکار تو بی خبر هستم، تو بر همه اسرار آگاه هستی. من فقط آنچه را که تو به من امر کرده بودی بگویم. به آنها گفتم که شما باید تنها خدا را عبادت و بندگی کنید، پروردگار من و پروردگار شما. ببینید چه شکلی بنده بودن خودش را اذعان میکنه و به عنوان رسول خدا حرکت کردنش. تا زمانی که من با آنها زندگی میکردم در میانشان شاهد بودم و هنگامی که تو به زندگی من در روی زمین خاتمه دادی، تو ناظرشان شدی، تو بر همه چیز شاهد هستی. اگر آنها را مجازات کنی، آنها بندگان تو هستند. اگر آنها را ببخشی، تو بزرگوار هستی، حکیم تری. خدا اعلام خواهد کرد: این روزی است که راستگویان به وسیله راستگوییشان نجات خواهند یافت. آنها سزاوار باهای با نهرهای جاری هستند که در آن جاودان بمانند. خدا از ایشان راضی است و آنها هم از خدا راضی هستند. این بزرگترین پیروزی است. با خواندن این آیات ما متوجه میشیم که در قرآن و در بایبل هم آیاتی هست، مخصوصا از سوره های فصل 16 هم هست، چقدر زیبا از تا 20-21 چقدر زیبا همینطور داره موسی پسر عیسی پسر مریم دائما از این داره به این اشاره میکنه که رب من و رب شما، پروردگار من و پروردگار شما، اون یگانه یکتایی است که منو به عنوان رسول بر شما فرستاده تا کلمات اونو به شما یاد بدم. پس بنابراین بعد از اطلاع به این واقعه بسیار بسیار مهم که شیطان خیلی همه رو سردرگم کرده، خیلی ها رو هنوز هم، خداوند که با وجود این که گفتم رسولان من دارای یک پیام هستن، لا اله الا الله، اونا گفتن که خدا برای خودش پسری اختیار کرده. خداوند در قرآن میگن اگه من میخواستم این کار رو کنم، میتونستم از امینه هر کسی که میخوام انتخاب کنم. این چه پنداره نابخردانه ای هست که شما در فکرتون میپرورم. به هر حال بعد از گذر از این عیسی پسر مریم میپردازم به سوره 39. سوره 39 از زمر هست، از آیه 11 تا 14 شو خدمتتون میخوام بخونم انشاءالله که ببینید با آخرین پیام آور خودشون حالا چگونه صحبت میکنن. این هم خیلی مهم هست، اینا اسناد سند قرآنی داره و بنابراین من استناد میکنم به آیات رب العالمین که انشاءالله ما آموزش پیدا کنیم پیام خدا بر بندگانش، رسولانش و بعد برای ما چگونه هستش. که در سوره 39 به اون اشاره میشه. میگه بگو
به پیام آور خودش که این کتاب بهش داده شده محمد نبی، بگو به من امر شده است تا خدا را عبادت و بندگی کنم، دین را مخلصا به تنها آن یکتا اختصاص بدهم، به من امر شده است تا تسلیم شده ترین باشم، بگو من می ترسم از مجازات آن روز بزرگ اگر از پروردگارم سرپیچی می کردم، بگو فقط خدا آن یکتایی است که من عبادت و بندگیش می کنم، دین خود را مطلقا به تنها آن یکتا اختصاص می دهم. بنابراین شما هرچی می خواهید در کنار پروردگارتون می توانید پرستش کنید. من پیام آوردم بهتون بگم که پیام چی هست. ببینید چقدر آزادی در دین هست. بازندگان کسایی میشن که هم نفس خودشون میبازن اگر غیر از این پیامی که از جانب خدا براشون آوردم و هم خانواده خودشونم دور میکنن از این پیام خدا. مسلماً این میشه یک باخت واقعی متاسفانه و متاسفانه. خب بعد از خوندن این متن که کلمه تسلیم شده دو مرتبه همون مسلمین یاد، متوجه این میشیم که کلمه المسلمین نه به معنای این که حتما باید مسلمان یا اسلام آورده باشن، نه، به معنای این که تنها دینی که مورد تایید خداست تسلیم شده به خداست، که در سوره 3:95 اینو خیلی زیبا بهش اشاره میکنن. یعنی کلمه اسلام نامی است که توجیهیه در قالب باورمندی ما به مقام تسلیم به خالق و آفریننده خودمون که در زبان عربی بهش میگن مسلمان. و این در مورد همه صاحبین کتاب آسمانی هم صدق میکنه که اونها بارها در کتابشون اذعان شده که اونها فقط رب خودشون رو میخونن و صدا میکنن. و برای این مسئله استناد میکنم به سوره 28. ببینید چقدر این پیام ها در قرآن حامی واقعا پیام الله که می فرماید ما پیام را به آنها هم تحویل دادیم تا باشد که متوجه شوند، کسانی که ما آنها را با کتاب های آسمانی قبلی هم نعمت دادیم به این نیز ایمان می آورند خواهند آورد مذارت میخواهند، هنگامی که برایشان خوانده شود خواهند گفت ما به این هم ایمان داریم، این حقیقت است از جانب پروردگار ما، حتی قبل از اینکه از آن بشنویم ما از تسلیم شدگان بودیم. کلمش مسلمان. خداوند در آیه 54 میفرماید ما پاداش آنها را دو برابر عطا میکنیم به خاطر ثابت قدم بودنشان، استقامت کردنشان در مقابل کارهای بد، چه کارهای خوب میکردن و از آنچه که روزیشون میدادیم انفاق میکردن. هنگامی که با گفتارهای بیهوده که من خدمتتون عرض کردم روبرو میشن از اون رد میشن، بی‌اعتنایی میکنن و میگن که ما مسئول اعمال خودمون هستیم، شما هم مسئول اعمال خودتون هستید، صلح بر شما، ما نمیخواییم که مثل نادانها رفتار کنیم. حالا ما صاحب کتاب شدیم، از دوران جاهلیت و کوری اومدیم بیرون، تازه چشمانمون باز شدیم به یک واقعیت مسلم که هدف این دنیا در پی شناخت خالق بوده. این آیاتی رو که خدمتتون گفتم فقط به این دلیل هست که بدونیم مکتب دینداری لازمه ایمان به تنها خدا و در محور محدوده احکام خدا منظور و مقصود خداوند هستش، که در سوره 98 سوره هست به نام البینه، یعنی اسمش اثبات هست، آیه 5ش ببینید چی به ما یاد میدن، چقدر اینها در کلام قرآن بهش اشاره شده که انشالله ما بسیار اینو جدی بگیریم. آیه 5 سوره 98 میفرماید تنها چیزی که از آنها خواسته شده بود این بود که خدا را عبادت و بندگی، دین را مطلقاً به تنها آن یکتا اختصاص بدهند، دعاهای ارتباطی یعنی نماز خودشون رو به جا بیارن، انفاق واجب یعنی زکاتشون رو بدن، چنین است یک دین کامل. الله اکبر. یعنی چقدر این مسئله مهم هست و
در سوره یوسف هم اشاره بسیار قشنگی شده در آیه 40ش که اینو باز خدمتتون میگم. به یاری پروردگاری شما در کنار آن یکتا پرستش نمی کنید مگر اون چی که خودتون از خودتون ساختید. یعنی قرآنی نیست، ضابطه کتاب های آسمانی نیست. شما و والدین شما، اونهایی که غیر از شهادت های غیر از لا اله الا الله بودن، خدا هرگز چنین معبودانی را تایید نکرده است. همه حاکمیت از آن خداست و آن یکتا حکم کرده است که غیر از آن یکتا را عبادت و بندگی نکنید. این کامل ترین دین است اما اکثر مردم نمیدانند. پس کامل ترین دین رو خداوند در قرآن بنابر ضابطه لا اله الا الله و پیروی از کلام تنها الله و لا غیر، نه گفته ها و حرف ها و حدیث های این و اون و آن. این مسئله بسیار مهمی هست که در سوره 39 هم از آیه 1 تا 3 خدمتتون میگم که یک واقعیت بسیار بسیار زیبایی هست که ما بدونیم که تنها کسی رو که ما میتونیم صداش بزنیم و ازش کمک بخوایم و اون به ما جواب بده در قوانین خدا و فقط خداست. که خداوند در سوره 39 از عمر میفرماید این تنزیل کتاب آسمانی هست از جانب خدا، آن بزرگوارترین حکیم مطلق. ما این کتاب آسمانی را بر تو با حقیقت فرستادیم که تنها خدا را عبادت و بندگی کنیم، دین خود را به تنها آن یکتا اختصاص بدهیم. مطلقاً دین باید به تنها خدا اختصاص داده شود. کسانی که معبودان دیگری را در کنار آن یکتا قرار می دهند می گوید ما آنها را پرستش می کنیم فقط به خاطر اینکه ما را به خدا نزدیک می کنند، زیرا آنها در موقعیت بهتری هستند. خدا درباره اختلافاتشان قضاوت خواهد کرد. خدا چنین دروغگویان کافر را هدایت نمی کند. ببینید اگر تونستین فکر کنید که کسانی هستن میتونن به غیر از خدا خالق شما بتونن به شما کمک بکنن، چیه؟ برباد این عبادت. اون عبادتی نیست که خدا در کتاب قانونش به ما یاد داد. این حقایق الهی در قرآن و کتابهای آسمانی قبلیش هم هر کدام از بود و دیدگاهی تنظیم شده که خدا خواننده یاد بگیره که بتونه از اون عقلانیتش استفاده کنه و بتونه بدونه که هدف خداوند در این دنیا برای چی هست و با اجازه خدا به این نقطه حقیقت الهی معطوف بشه که چگونه فقط تنها خدا قابل و شایسته ستایش هست، شایسته نیایش هست و تمام عبادت و بندگی ما هم باید مخلصانه برای خالقمون بشه با پیروی از احکامی که در قرآن برای من و شما یا صاحبین کتاب‌های آسمانی قبلی انجام بشه. و اگر در این صورت باشه خداوند قبول می‌کند و جواب دعاهای ما رو خواهد داد. نکته بسیار مهمی هست برای استناد کردن این صحبت ها خودم در سوره 23 هست که خدمت شما می‌خوام عرض بکنم. سوره 23 قرآن که خداوند اینقدر زیبا در خیلی از آیات دیگه هست ولی این سوره در یه دونه سوره رو اسم میبرم و آیاتش که انشالله، ولی در سوره های زیادی هم به این مسئله اشاره شده. من فقط چند تا از این آیات این سوره 23 رو خدمتتون بگم. سوره 23 سوره مؤمنون هست، از آیه 84 می فرماین بگو زمین به هر کس که در آن است از آن چه کسی است اگر می دانید. آنها خواهند گفت خدا. خدا میگن پس چرا متوجه نمی شید؟
اگه خداست پس چرا متوجه نمیشی؟ چرا میری دنبال این و اون؟ پس بگو چه کسی پروردگار هفت جهان است، پروردگار عرش عظیم؟ آنها خواهند گفت خدا. بگو پس چرا پرهیزکار نمیشی؟ یعنی پس چرا عبادتتون به تنها الله اختصاص پیدا نمیکنه؟ یعنی لا اله الا الله و فقط پیروی از تنها کتاب الله، نه کتاب های دیگه. بگو پادشاهی همه چیز در دست چه کسی است؟ و او یگانه یکتایی است که میتواند کمک کند، اما به کمک کسی احتیاجی ندارد. اگر میدانید. آنها خواهند گفت خدا. بگو ببینید پس در کجا اشتباه کردید؟ الله و اکبر. ما به ایشان حقیقت را داده ایم در حالی که آنها دروغگو هستند. اونایی که میان حرفای دیگه رو میزنن، خداوند اونا دروغگو هستند. اینها آیات و سند قرآنی است که به اذن پروردگار خواستم در خدمتتون امروز به عنوان یک شاگرد کوچیک قرآن بگم. تنها چیزهایی که در قرآن به ما اشاره میشه عبادت و بندگی یک خالقه، و در محتوای این پیام اگر که ما خالق خودمون رو صدا بزنیم متوجه میشیم که از صفات مشخصش میگه من توبه پذیرم، یعنی کسایی که ریتارن کنن تو راه من و عبادت بندگیشون رو مختص من کنم و من رو قبول داشته باشم و بدونم من رو صدا کنم من جوابشون رو میدم، به معنای این هستش هست در مقام تسلیم شدگان قرار گرفتن. اینها مسئله بسیار حائز اهمیتی هست که ما اینا رو در کتاب قرآن یاد بگیریم، که متاسفانه اونهایی که دکاندارای دینی هستن میان یه امامی رو درست میکنن که 1400 خدا میدونی چندین و چند هزار سال توی چاهی هست، حالا منتظرن که بیاد از چاهی بیرون و بعد هنوز موجودیت خودش اصلا معلوم نیست، براش یک ولایتی هم درست میکنن. خیلی واقعا حسابش رو بکنی، ما انسان ها میتونن در چه گمراهی، شیطان ببینید چقدر راحت اونها رو گول میزنه. به هر حال خداوند در سوره 39 آیه 7 به ما یاد میدن که خدا اگر تمام اینها رو برای شما داره یادآوری میکنه که دوست نداره ببینه بنده هاش تصمیم غلط بگیرن. اگر تصمیم بگیرین در راه درست خدا باشین، میگه من برای شما خوشنودم، من که نیازی به عبادت شما ندارم، این پروژه مال شماست تو این دنیا، فرصتی که خواستین، حق انتخابی که خواستین، گفتم تو این واجدین این شرایط میتونم برگردن بشم. شما وقتی میخواین به یه جایی هم برین استخدام بشین، واجد شرایطی هستین. میگن اگر این شرایط داری میتونی در این اداره، در این مؤسسه، در این کمپانی استخدام بشی. مال ما همونه. صفات خداوند میگن حلیم، رحیم، حکیم، مؤمن، بخشنده، مهربان. ما هم اینا رو باید بدونیم و با این صفت مهربانی خدا که میگه هر لحظه دستهای من بازه که شما رو در آغوش خودم میگیرم. و چرا سراغ کسایی میرین که اصلا نمیدونین اونها صدای شما رو خدا میگه؟ اونا خودشون محتاج این هستن که بخشیده درگاه من بشن، خودشون نگران خودشون در روز حسابرسی هستن. آیت خودم خدمتتون میگن از رسولان وقتی میپرسم به شما چی گونه جواب دادن، میگن ما نمیدونیم، ما فقط پیامو دادیم، ما که از قلبای اونا خبر نداشتیم، ما خبری نداریم، نمیدونیم. به هر حال این صحبتایی که خدمتتون کردم این بود که ما بدونیم کتاب‌های قانون خدا که فرستاده شده به ما میگه میخوام اون زنجیرهایی که به دست و پاتون این منتسبین به دین، این دکاندارای دینی به دست و پای شما میبندن، اگر اینطوری باشه، موت بیرون باشه اینطوری میشه، دستت لاک داشته باشه اینطوری. اصلا یه چیزایی در قرآن بهش اشاره نشده و بنابراین اگر ما اینطوری بخوایم بریم، چون چیزی که هر کسی از من به طور مثال بخواد یه چیزی به من بگه، میگم آیه و سوره قرآن رو به من نشون بده، اگر دلیل قرآنی باشه من موظف به اطاعتش هستم. هیچ کجای قرآن نگفته. حجاب در قرآن 6 بار اشاره بهش شده، ولی حجاب بر چشم ما اومده، یعنی ما به چیزی که مال ما هست اشاره داشته باشیم، بدونیم چیزی که در انحصار ماست و اجازه دیدنش رو داریم، ولی از اون محدوده بیرون نیم. زبان ما همینطور به راستگویی باید باز بشه. اینها موظفیم از عقلانیتمون
از گوش خودمون، شنوایی خودمون، بینایی خودمون در راه درست استفاده کنیم. ولی اونهایی که دکانداران دینی هستن میان توجیه های دیگه میدن و یه عده ای هم که کتاب خدا رو نخوندن تو دام اینها متاسفانه میفتن و این صیادهای غافل جاهل نادان یه همچین آدمایی رو میخوان، یه همچین مشتریایی رو برای خودشون میخوان. به هر حال اینهایی که خدمتتون گفتم فقط این بود که ما یاد بگیریم که انشاءالله نه تنها مسئولیت خودمون رو داریم، مسئولیت فرزندانی رو هم داریم که خداوند به ما در خانواده به ما عطا کرده و در قرآن به ما یاد میدن اونها رو دعوت بکنیم، بدیم، دعوت کنیم به پیام الله. فقط دعوت، هیچ اجباری نباید بشه. اگر اجبار بخواییم بکنیم اون دیگه توش ایمانی نخواهد، و اگر ایمانی نداشته باشه آدم به اون چیز اصلا فایده نداره، هیچ فایده نخواهد داشت. و یه مسئله به یادم اومد خدمتتون بگم انشاءالله، که به اسم پروردگار عظیم و شأن من تصور میکنم مثلا اگر که یک شخصی، پدر و مادری بخواد فرزندی رو تربیت کنن، بذارن از کودکی چه شکلی اون رو پرورش کنن، چقدر براش هزینه بکنن تا مراحل ابتداییش تموم بشه و به مراحل عالی دانشگاه برسه و در درجه بالاتری هر چقدر که میتونه برسه و بعد تمام این مراحل رو پشت سر بذاره، اون فرزند بره از همسایه خودش سپاس و تشکر کنه. اون پدر و مادر چه حالی قرار میگیرن؟ خدا شما خودتون رو یک لحظه جای اون پدر و مادر بزنیم و این رابطه رو با خالق و مخلوق خودتون هم در تصورتون بگنجونیم که چه رابطه مضر میشه، چه ظلمی میشه. به هر حال من صحبت‌های خیلی زیادی داشتم، می‌خواستم ادامه بدم که متأسفانه به من اطلاع دادن وقت من در این رابطه تمام هست. انشاءالله ادامه صحبت‌هامو می‌ذارم برای هفته آتی، چون می‌خواستم نتیجه گیری بکنم ولی متأسفانه وقت من تمام شد و شما رو به خدای یکتا می‌سپارم تا هفته دیگه که راجع به زندگی این رسولانم بتونم صحبت کوتاهی داشته باشم. مجددا تشکر میکنم که صبورانه این برنامه رو تا آخر ادامه دادید. به خدای بزرگ میسپارمتون. در تحت توجهات الهی باشید. سلام علیکم. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، او چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196.